سلام، امروز ادامه بحث ماکسیموم سازی مطلوبیت رو خواهیم گفت. یه مرور سریع بر چیزی که جلسات قبل گفتیم بگیم از اون زاویه که در واقع این جلسه بهش نیاز داریم. ما در جلسه قبل خود مسئله ماکسیموم سازی مطلوبیت رو در واقع مطرح کردیم. توی صورت بندی مسئله ما یه تفاوتی از نظر نمادگذاری داشتیم که به جای اینکه این ماکسیموم سازی رو بر حسب اون ایکس بزرگ بیان کنیم، بر حسب ایکس کوچیک که خود سبد ما بود بیان می‌کردیم. بنابراین الان چارچوب مسئله به این صورت هست: ما یه سبد ایکس یک تا ایکس ان داریم که اینا تعداد سهام‌های موجود در اون سبد هست و یه ارزش اولیه و ارزش نهایی سبد داشتیم که اینا از روی ماتریس قیمت های سهام ها به دست می اومد. وی ایکس صفر می شد اس صفر در ایکس و وی ایکس یک می شد اس یک در ایکس و خود بردار وی ایکس یک رو معمولا با ایکس بزرگ نشون می دادیم که این دیگه یه بردار n بزرگ تایی هست که n چی هست؟ n تعداد سناریوهای ما. بنابراین فضای سناریوهامون هم امگا 1 تا امگا n بزرگ می‌گرفتیم. یه فرضی در مورد این ماتریس قیمت‌ها در زمان 1 کردیم و اون فرض این بود که در واقع رنگ این ماتریس S1 که ماتریس n در n هست، این رنگ باید مساوی با n کوچیک باشه، که نتیجه ای از این فرض این هست که n بزرگ باید بزرگتر مساوی n کوچیک باشه، چرا که رنگ همیشه از هم تعداد سطرها و هم از تعداد ستونها باید کمتر مساوی باشه. بنابراین پس ما این فرض رو در طول بحث خواهیم داشت. به علاوه در واقع فرض اصلیمون این هست که رنگ n هست، یعنی ستونهای ماتریس S1 مستقل هستن. خب و بعد گفتیم که حالا ما یه اسمی بذاریم روی این ایکس بزرگ چون زیاد باش کار داریم، گرچه کتاب اسمی روش نذاشته، ولی ما چون میخوایم هی بهش اشاره کنیم به این ایکس بزرگ بگیم آیدی یا پیاف. دقت کنید که اون ایکس بزرگ یه متغیر تصادفیه، برای همین یک انتاییه، یعنی تحت هر سناریو اون آیدی سبد در واقع یا ارزش نهایی سبد یه دونه عدد خواهد بود تحت هر سناریو، برای در حالت کلی یک انتایی ان بزرگتری. خب و گفتیم که اصولا مسئله ماکسیموم سازی مطلوبیت خب یه مسئله روی فضای ان کوچیک هست، آر ان کوچیک، یعنی ما میخواییم مطلوبیت نهایی یک سبد رو در واقع ماکسیموم بکنیم، منتها این ماکسیموم گیری رو همه بردارا انجام نمیدیم، این مجموعه سبدهای ادمیسیبل داشتیم، سبد مجاز یا ادمیسیبل که در فضای همه سبدهای مجاز رو با آ نشون میدادیم، سبدهایی بودن که ارزش نهاییشون تحت هیچ سناریویی منفی نمیشد، یعنی اینکه هیچ وقت ورشکست نمیشد اون سرمایه گذار، فرض این هست، و البته ارزش اولیه‌شون هم برابر با عدد وی داده شده است که همون سرمایه اولیه سرمایه گذار. خب این فضای سبد های مجاز بود و این ماکسیموم گیری رو ما می‌خواستیم روی این فضا انجام بدیم. گفتیم مسئله ماکسیموم سازی مقید هست که میشه با تکنیک‌های بین‌سازی مقید در واقع بررسیش کرد. گفتیم کتاب این رو به جای اینکه روی فضای سبدها این ماکسیموم گیری رو انجام بده، اومده روی فضای آیدی ها، یعنی ایکس های بزرگ این ماکسیموم گیری رو انجام داده. در واقع اومده یه فضای فیزیبل کانسامپشن ست تعریف کرده که این همه ایکس هایی هست که برابر با ارزش نهایی یه سبدی هستن که حالا اون سبد خودش چیه؟ اون سبد خودش یه سبد مجازه با تعریف کتاب به این شده. بنابراین در واقع ما میتونیم اینجوری بهش فکر کنیم، ما داریم مسئله رو توی فضای Rn حل میکنیم x1 تا xn
نقاط اینجا در واقع سبدها هستن و اون مجموعه ادمیسیبل یک مجموعه در این فضا میشه، فضا آرن کوچیک میشه. کتاب همین مسئله رو روی در واقع فضای آرن بزرگ، فضای آیدی ها، این در واقع فضای سبد ها، فضای آیدی ها که کتاب اونجا در واقع روی این فضا کار میکنه که نقاط این فضا آیدی ها هستن، یعنی یه بردار ان بزرگتری هستن که ما میگه تحت هر سناریو چقدر آیدی خواهیم داشت، که اونجا حالا این تصویر این مجموعه آبی تحت این نگاشته VX میشه اون مجموعه FCS Feasible Consumption Set. بنابراین نگاشتی که این مجموعه آبی رو میبره به اون مجموعه قرمز نگاشتی هست که X رو میبره به VX1، که خب میدونیم یک نگاشت خطی هست به دلیل اینکه VX1 در واقع این شکل بنویسم X رو میبره به VX1، که VX1 طبق رابطه‌ای که بالا داشتیم در واقع هست یه ماتریس ضرب در X، یعنی این نگاشتی که داره فضای سبدها رو برای فضای آیدی ها یه تبدیل خطیه از فضای آرن کوچیک به آرن بزرگ. در نتیجه شما چه ماکسیموم گیری رو اینجا انجام بدین چه اینجا انجام بدین فرق نداره، اگر ماکسیموم گیری رو تو فضای آیدی ها انجام بدین یه گام نهایی دارین که حالا x بزرگ رو به شما بدن x کوچیک رو از روش به دست بیارین، که با توجه به خطی بودن این نگاشت این کار سختی نیست، یعنی حل یه دستگاه معادل است. ولی من احساس کردم حالا اشاره به این تمایز به فهم مطلب کمک میکنه. خب حالا ما در مورد این مسئله ماکسیموم سازی در جلسه قبل چی گفتیم؟ پس مسئله ماکسیموم سازی که کتاب در واقع بررسی میکنه، من اینجا بنویسم موازی با ماکسیموم سازی که ما نوشتیم، در واقع ماکسیموم یو ایکس هست برای ایکس های عضو اون مجموعه فیزیبل کانسامشن ست ها. این دوتا کاملا با هم معادل هستن. بسیار خوب. حالا کاری که ما جلسه پیش کردیم در واقع از روش ضرب لاگرانج برای حل این مسئله بهینه‌سازی استفاده کردیم. البته یه فرضی رو دیگه از این به بعد ما تو بحث داریم که جلسه پیش تعریف کردیم، مفهوم آربیتراژ رو تعریف کردیم و نشون دادیم اگر فرض عدم آربیتراژ رو داشته باشیم در بازار این مسئله ماکسیموم سازی جواب داره. ما دیگه این فرض رو تو این جلسه در تمام جلسه داریم که آربیتراژ وجود نداره. آربیتراژ وجود ندارد. پس مسئله ماکسیموم سازی جواب داره. مسئله ماکسیموم سازی مطلوبیت جواب داره. این فرض رو دیگه از این به بعد ما در تمام بحث داریم. دلیل محدودیت جا من پاکش میکنم. حالا چجوری این مسئله رو بررسی کردیم؟ شرایط لاگرانج رو نوشتیم. در واقع یه فرض ساده سازی کردیم و اون اینه که اگر یه سبدی داشته باشیم که ارزش نهاییش اکیداً مثبت باشه. اگر در واقع گزاره‌ای که ثابت کردیم این بود. اگر x ستاره جواب ماکسیموم مطلوبیت باشد و x ستاره بزرگی که تعریف میشه همون vx ستاره 1 این اکیداً بزرگتر از صفر باشه، یعنی همه محل پاش اکیداً بزرگتر از صفر باشه، آنگاه بردار در واقع این یه همچین رابطه ای آنگاه اگر اینجوری بگیم و پای آی رو تعریف کنیم یا در واقع این شکلی بگیم آنگاه عدد لاندا و بردار قیمت حالت پای وجود دارن که در واقع پای آی مساوی میشه با لاندا روند یو به روند ایکس آی در نقطه ایکس ستاره. خب
این گزاره یک گام میانی در اختیار ما قرار میداد برای حل نهایی این مسئله ماکسیموم سازی. به این صورت که میگفت شما اول بیاید یک بردار قیمت حالت state price پیدا بکنید، بعد بیاید این معادله رو حل کنید و اون x ستاره رو نهایتاً به دست بیارید. که البته گفتیم وقتی x ستاره رو شما به دست آوردین، بعدش یه گام نهایی میمونه که بتونید x ستاره کوچیک رو به دست بیارین که اون ساده است. خب حالا قیمت حالت چی بود؟ بردار قیمت حالت هم یادآوری کنیم. تعریف پای را قیمت حالت گوییم اگر پای آی ها، در واقع این یه بردار پای یک تا پای ان بزرگه، به هر سناریو یک قیمت به اصطلاح نسبت میده. قیمت ها باید بزرگتر از صفر باشن و این رابطه برقرار باشه که در واقع قیمت ها قیمت سهام ها در زمان صفر با ضرب کردن پای در قیمت زمان یک به دست بیاد. همونطور گفتیم بردار پای برداریه که زمان صفر رو به زمان یک ربط میده. یعنی ما قیمت میتونیم با استفاده از اون قیمت های زمان صفر رو با استفاده از روی قیمت های زمان یک به دست بیاریم. دقت کنید پای ترانسپوز بردار ماتریس سطری n بزرگتایی میشه. این هم که n در n، بنابراین حاصلش یک بردار ماتریس n تایی میشه که باید هم بشه دیگه، صفر n کوچیک تایی. خب حالا یه مثال در مورد قیمت حالت ببینیم. خوبه همین مثال کتاب رو با هم بررسی کنیم. بله این مثال رو مثال 6.15، من از این قسمت مثال شروع میکنم، به اون بالاش هم میرسیم. مثال یه بازاری رو در نظر بگیرید که n کوچیکش یک باشه، یعنی کلن یه دونه داره یه ریسکی ما توش داشته باشیم و اون داره یه ریسکی هم یعنی فرض میکنیم دو تا دارایی داریم که یکیش ریسکیه و یکیش هم بدون ریسکی. خب پس یک دارایی ریسکی مثلا یه سهام و یک دارایی بدون ریسک با نرخ در واقع بازده اون داره بدون ریسک هم صفر میگیریم برای سادگی، یعنی قیمتش ثابته عملا. خب سه تا هم سناریو فرض میکنیم داریم، بنابراین سه سناریو داریم. خب ما باید قیمت اولیه رو هم البته مشخص بکنیم. برای سادگی اون سهام در واقع برای ریسکی رو قیمتش رو 100 گرفته کتاب، بنابراین گرفته که پس من یه جدول تشکیل بدم بعد رو هم توضیح بدم. این سناریو اول، سناریو دوم، سناریو سوم. این مثلا دارایی بدون ریسک، اینم سهام. آها یه ستون هم تشکیل بدیم برای قیمت اولیه. خلاصه تر میشه. این پس قیمت اولیه است، اینم قیمت نهایی تحت هر کدوم از سه سناریو، اینم دارایی بدون ریسک، اینم سهام. خب دارایی بدون ریسک مثلا فرض کنیم قیمت اولیه‌اش فرق نمی‌کنه، مهم اینه که قیمتش ثابته، مثلا 100. قیمت نهاییش هم تحت هر سه سناریو 100، چون گفتیم هم بدون ریسک هم بازدهش صفره، پس باید ثابت باشه قیمت.
سهام فرض کنیم قیمت اولیش 100، بعد ولی تحت این سه سناریو سه تا اتفاق مختلف میفته. فرض کنیم حالا با نوتیشن گتاب تحت یه سناریو مثلا ضرب در 1 به علاوه یو میشه که یو یه عددیه، اینجا گرفته 1/10. تحت یه سناریو ضرب در 1 به علاوه ام میشه، تحت یه سناریو ضرب در 1 به علاوه دی میشه. البته قراره این یو و ام و دی مثلا آپ و احتمالاً میدل و داون باشه، یعنی سناریو اول قرار قیمت بره بالا، سناریو دوم خیلی تغییری نکنه یا اصلا تغییر نکنه، سناریو سوم قیمت بیاد پایین. خب حالا با این عددهایی که کتاب گذاشته، مثلا تحت سناریو اول قیمت ضرب در 1.1 میشه، 10% افزایش پیدا میکنه. تحت سناریو دوم قیمت ضرب در 1 میشه، تغییر نمیکنه. تحت سناریو سوم ضرب در 0.9 میشه، 10% کاهش پیدا میکنه. حالا ما این شکلی مینویسیم، میرسیم 100 ضرب در 1 به علاوه یو، 100 ضرب در 1 به علاوه ام، 100 ضرب در 1 به علاوه دی. احتمال این سناریوها را مشخص کرده، 1/4، 1/2، 1/4. بنابراین این احتمالش هم 1/4، این 1/2، این هم 1/4. این همه اطلاعاتیه که مسئله داره. حالا اون ماتریس ها رو تشکیل بدیم. الان اون ماتریس S0 چی میشه؟ البته تو خود مثال S0 رو برای قیمت خود سهام به کار برده که یه مقدار ناسازگاره با نوتیشن همین فصل. بهتر بود اینجوری مینوشت که در واقع سازگارتر باشه. S0 ما دو تا دارایی داریم، قیمت اینا در زمان صفر، خب 100 و 100. تحت در واقع تحت سناریوهای مختلف فرق نداره اینا. S1 چیه؟ S1 قیمت سهام تحت سناریوهای مختلفه. یه ماتریس 3/2 در واقع باید بشه دیگه. یعنی چجوری بنویسیم؟ ستون اول در واقع قیمت دارای اوله که بدون ریسک مثلا فرض کردیم ما 100 100 100. ستون دوم دارای دوم 100/1 به علاوه یو، 100/1 به علاوه ام، 100/1 به علاوه دی. حالا یو ام و دی میشه سه تا عدد خاص گذاش، مهم نیست. خب الان پس ما این رو هم ساختیم. اون فرضی هم که در مورد S1 میکنیم برقرار هست، لازم بود ستونهای S1 مستقل باشن. اگر U و M و D هر سه صفر مساوی نباشن هر سه، حتما این دو تا ستون مستقل هستن. ما هم فرض میکنیم مثلا برای سادگی فرض کنیم D کمتر از M کمتر از U که توی مثال کتاب همینطور هست. خب این هم پس ماتریس قیمت ها. حالا فرض کنیم میخوایم قیمت حالت رو به دست بیاریم. قیمت حالت را بیابید. ممکن قیمت حالت یک تا هم نباشه همونطور که می‌بینید. معادله قیمت حالت چی بود؟ معادله اصلی قیمت حالت این بود: S0 مساوی پای ترانسپوز S1. یعنی چی پای ترانسپوز؟ یعنی این ماتریس 100 100 مساوی بشه با ماتریس پای 1 پای 2 پای 3 ضرب در ماتریس 100 100 100 100/1 به علاوه U، 100/1 به علاوه M، 100/1 به علاوه D. این یه دستگاه معادله خطی میشه دیگه. دو تا معادله میشه سه تا مجهول. مجهول همون پای 1 پای 2 پای 3. معادله همون معادله اول میشه این که 100 مساوی هست با 100 پای 1 به علاوه 100 پای 2 علاوه 100 پای 3. معادله دوم هم میشه 100 مساوی هست با 100 در واقع در 1 به علاوه U پای 1، 100 در 1 به علاوه به M پای 2، 100/1 به علاوه D پای 3.
که اگه این دو معادله در صدا رو ساده بکنیم همین معادله کتاب میشه، این دوتا معادله میشه. حالا البته که تا اس صفر نوشته به جای صد، اونو ساده بکنیم در واقع دو معادله خطی میشه. یکیش اینه که یک مساوی است با پای یک به علاوه پای دو به علاوه پای سه، یکیش هم میشه یک مساوی است با یک به علاوه یو پای یک، یک به علاوه ام پای دو، یک به علاوه دی پای سه. خب طبیعتاً یه دستگاه دو معادله و سه مجهول نباید انتظار داشته باشیم که جوابش یکتا بشه. اگر جواب داشته باشه میتونه بی نهایت تا جواب داشته باشه، که دیگه حالا این دستگاه خیلی ساده است. در واقع پای یک رو اسمش رو مثلا گذاشته x کتاب، بعد پای دو و پای سه رو بر حسب x به دست آورده و این خانواده از جوابها به دست میاد که خودتون یه بار تمرین میتونین چک کنین که همین میشه جوابش. بنابراین در واقع بی نهایت امکان برای بردار حالت ما خواهیم داشت. البته بردار حالت یه شرط دیگه هم داره غیر از این که تو این دستگاه واسط کنه، اونم اینه که مؤلفه‌هاش مثبت باشه. بنابراین اون x هایی که هر سه اینها مثبت باشن در واقع میشن بردار حالت هامون، که میشه گفت x باید تو چه رنجی باشه. در واقع x از معادله اول باید مثبت باشه، بزرگتر از صفر باشه. این اگه بخواد مثبت باشه چه اتفاقی باید بیفته؟ با توجه به این فرضی که کردیم که m بزرگتر از دیه، مخرج مثبته، پس صورت باید مثبت باشه، یعنی x در دیمن های u باید بزرگتر از d باشه، یعنی x باید بزرگتر از d تقسیم بر دیمن های u باشه، که البته دیمن های u که خودش منفی میشه، یعنی اینجوری بنویسم در واقع، اجازه بدین بنویسیم یو من های دی که میدونیم مثبت منفی کنیم، ایکس میشه ببخشید، یعنی ایکس باید بزرگتر باشه از منفی دی تقسیم بر یو من های دی، چون برای اینکه بتونیم تقسیم کنیم نامساوی رو باید به یه ضریب منفی تقسیم کنیم. بذاریم یکم ما شک کردم، اینو باید دقت بنویسیم. ما میخواییم که اجازه بدیم اصلا این ست جواب رو بیاریم، پای یک ایکس بزرگتر از صفر بودنش که خب نتیجه میده ایکس باید بزرگتر از صفر باشه، پای 2 x بزرگتر از 0 باشه چه نتیجه میده؟ با توجه به که مخرج m من های d مثبته، نتیجه میده که x در d من های u باید بزرگتر از d باشه. میتونیم اینو ببریم اون طرف، بشه u من های d، یعنی x در u من های d باید کوچکتر از منفی d باشه. بعد دیگه میتونیم تقسیم کنیم، x باید کوچکتر از منفی d تقسیم بر u من های d باشه، که برای اینکه با این تناقض نداشته باشه لازمه دی حتما مثبت باشه. پس برای اینکه دی حتما منفی باشه، واسه میخوام پس برای اینکه در واقع بردار قیمت حالت وجود داشته باشد لازم است دی کوچیکتر از صفر باشه، چون که داریم میگیم x از این طرف بزرگتر از صفره، از این طرف کوچیکتر از اینه، مخرج این که مثبته، پس صورتش باید مثبت باشه دیگه، وگرنه نمیتونه از منفی کوچیکتر باشه، صورتش پس مثبت باشه، پس دی باید منفی باشه. این یه شرط. اگه پای 3 x بخواد بزرگتر از صفر باشه چی میده؟ این مشابه این دفعه x در u من های m باید بزرگتر از منفی m باشه، که به ما میگه که x بزرگتر باشه از منفی ام تقسیم بر یو ام ان های ام. که حالا مثلا برای اینکه این دوتا نامساوی با هم تناقض نداشته باشن ما نیاز به یه چیزی داریم دیگه، از این دوتا نتیجه میشه که پس منفی دی تقسیم بر یو ام ان های دی باید بزرگتر باشه از منفی ام تقسیم بر یو ام ان های ام. و
بعد اگر طرفین وسطین بکنیم شاید یه چیزایی به دست بیاد. یومن های ام و یومن های دی مثبت هم ظرف وزن کنیم میشه منفی یو دی به علاوه دی ام بزرگتر باشه از منفی ام یو به علاوه ام دی. بعد این ام دی و دی ام ساده میشه میشه منفی یو دی بزرگتر از منفی ام یو. پس مثلا ببریم یه طرف نتیجه میشه یو در ام ام ان های دی بزرگتر از صفر، که چون ام ان های دی خودش بزرگتر از صفره پس یو هم باید بزرگتر از صفر باشه. پس یه نتیجه دیگه هم گرفتیم که یو باید بزرگتر از صفر باشه، دی کمتر از صفر باشه و ایکس هم که بین این دوتا باشه، در واقع از ایکس هم از صفر بزرگتر باشه، از این هم بزرگتر باشه، از این هم کوچیکتر باشه. در مورد M چون نمیدونیم علامتشو معلوم نیست که این مثبته یا منفی، هر دوتاش ممکنه. پس X باید از طرفی از منفی D تقسیم بر U M N های D کوچیکتر باشه و از طرفی از این بزرگتر باشه و از خود صفر. و اینو اینجوری می‌نویسم: X بزرگتر از ماکسیموم صفر و منفی M تقسیم بر U M N های M. یعنی همه ایکس هایی که هر ایکسی تو این بازه، اگه این شرط رو داشته باشیم این واقعا از این کوچیکتره، و هر ایکسی توی این بازه، هر ایکسی توی این بازه یک بردار قیمت حالت به ما میده. پس پس در واقع هر ایکسی که اینطور باشه یک بردار استیت پرایس میدهد. خیلی خوب، پس استیت پرایس تو این حالت یک تا نشد که طبیعی هم بود چون دو معادله داشتیم و سه مجهول. حالا اینجا کتاب البته فکر کنم با این جزئیات نامساوی های بین چیز رو به دست نیاورده دیگه. بله، این قسمت دیگه مثال رو برای اینکه بگیم بریم بالا یه گزاره ساده بگیم و دوباره برگردیم. خب برگردیم اینجا، دوباره برگردیم به قضیه که جلسه قبل ثابت کردیم، رابطه بین مطلوبیت و قیمت حالت در نقطه ماکسیموم مطلوبیت. کار کردن با مطلوبیت های کلی در جلسه قبل هم گفتیم سخته چون خیلی اطلاعاتی راجبشون نداریم. یه دسته مهمی از مطلوبیت و مطلوبیت هایی بودن که بهشون میگفتیم مطلوبیت فون نیومن مورگنشترن، که اینها مطلوبیت هایی بودن که به شکل امید یه تابع مطلوبیت بودن، یعنی یه تابع در واقع بیایم اینجا بله یه تابع U داشتیم، یه تابع از R به R بود که اون آیدی رو میگرفت، U میگرفت ازش، بعد از اون امید میگرفتیم. این میشد یه مطلوبیت روی فضای همه آیدی ها. بنابراین اینا رو فعلا داشته باشیم، مطلوبیت فون نیومن مورگنشترن به این صورت بود: برای یه آیدی X تعریف می شد امید U X، که وقتی میگیم امید دقت باید بکنیم که ما N تا سناریو داریم. امید گرفتن یعنی احتمال هر سناریو ضرب در مقدار اون آیدی تحت اون سناریو تا آخر. این مطلوبیت بود و
اگر این تابع یو کوچیک که تابع از آروار بود سعودی، اکیدن سعودی و اکیدن مقرمی بود، در این صورت تابع یو بزرگم نسبت به هر مؤلفه اکیدن سعودی و اکیدن مقرمی شد و اون خواص مطلوبیت رو داشت و اینا کار کردن باهاشون راحت تر میشه، باهاشون محاسبات بیشتری کرد چون با تابع یه متغیر ما اینجا سر و کار داریم. پی یک تا پی ان هم که احتمال سناریوها بودن. پس یو فقط باید اکیدن سعودی و مقعر باشه. حالا بیایم این قضیه رو در مورد این نوع مطلوبیت ها ببینیم که چی میگه این قضیه. ما فقط باید این مشتق سمت راست رو حساب بکنیم دیگه. بنابراین اگر x star جواب ماکسیموم مطلوبیت باشد، طبق قضیه قبل، قضیه چند بود؟ 6-12 اینو داریم. حالا بیایم روند U به روند XI رو حساب بکنیم. روند U به روند XI مساوی میشه با فقط جمله آیوم این مجموعه که XI توش داره، جملات دیگه صفر میشه، میشه PI. حالا U XI رو باید مشتق بگیریم، میشه U پریم XI. که بعد اگر اینو جایگذاری کنیم اینجا، در واقع از این دوتا رابطه به این نتیجه میرسیم که پای آی باید مساوی باشه با لاندا پی آی یو پریم ایکس آی. که این همین گزاره بعدیه اینجا به عنوان کورولاری گفته. بله. که البته خب این یو پریم هم تو نقطه، حالا من ستاره شو یادم رفت بذارم، تو نقطه ایکس ستاره آی داره حساب میشه. لاندا پی آی یو پریم ایکس آی که این حالا ایکس ستار آی رو نوشته ایکس ستار اومگا آی. این تنازع رو ما همیشه داشتیم دیگه، متغیر تصادفی رو با وکتور نشون میدادیم، مقدارش تحت سناریو آی میشه همون مؤلفه آی اومش. خب پس این خیلی کورولاری بدیهی بود. این کورولاری کمک میکنه که واقعا بتونیم نقطه بینه رو به دست بیاریم. الان ببینیم چه معادلاتی داریم. بذار بریم تو همون مثال اینو ببینیم. پس برمیگردیم به مثال. حالا مثال از اول این دفعه شروع میکنیم. میگه فرض کنید تابع مطلوبیتمون باشه LNX. LNX یه تابعیه که هم اکیدن سعودیه و هم مقعره. این شکلیه دیگه تابع. این دفعه تابع مطلوبیتمون داریم میگیریم ln و حالا میخوایم فرض کن این معادلات رو حل بکنیم برای یک مثلا، البته اینجا مثالی از بردار قیمت حالت خاص نزده، میتونیم تو همین مثال کلی یک مقدارهی خاص انجام بدیم. حالا کلی فکر میکنیم. تابع U تابع LN هست و میخواییم این معادلات رو که برای I از 1 تا N بزرگ قرار باشه حل بکنیم. باید چیکار بکنیم؟ بیاییم طبیعتاً U پریم رو بنویسیم. U پریم X میشه 1X. پس اون معادله آیوم میشه پای آی مساوی لاندا پی آی تقسیم بر ایکس استار آی. اینا ان تا معادله است، آی از یک تا این. ما اینو برای یک مجهول داریم چون لاندا آی هم الان مجهوله، ولی یه معادله دیگه هم در کنار این داریم، اونم یادمون باشه همون معادله سرمایه اولی است. یعنی اینکه XI star ها باید در واقع ارزش نهایی
یه سبدی باشن که سرمایه اولیهش ویه. این رابطه رو چطور توی معادلاتمون وارد کنیم؟ ببینید یادآوری vx صفر همون رابطه ای رو داشت با vx یک که قیمت های زمان صفر و قیمت های زمان یک داشتن، یعنی میشد پای ترانسپوز ضرب در vx یک. این رو جزئی بشتیم چون برای هر سهام این رابطه برقراره. این سبد هم ترکیبی خطی از سهام هاست، این رابطه هم خطی. حالا این باید مساوی v باشه، پس ما یه معادله بر حسب پای داریم، یعنی پای ترانسپوز vx یک باید بشه در واقع v. حالا خود در واقع این vx یک رو ما میگرفتیم همون x بزرگ دیگه، پای تی x. بنابراین یه معادله دیگه ای که ما داریم اینه که پای تی x استار مساوی v، یا به عبارت دیگه پای تی x استار هم به شکل سیگما بنویسیم، در واقع مجموعی بنویسیمش میشه پای آی یا پای یک x استار یک تا پای n x استار n مساوی v. این معادله ما همیشه داریم وقتی یه قیمت حالت داریم. حالا این معادله ها رو، یعنی این n تا معادله رو به همراه این یک معادله، اینا ها میشن n به علاوه یک معادله و n به علاوه یک مجهول. مجهول ها اینجا x i ستاره و لاندا ها هستن. میتونیم اینا رو حل بکنیم و در واقع x i ستاره ها رو به دست بیاریم. لاندا هم البته به دست میاد، ولی چیزی که برام مهم هست x i ستاره هستن که اون نقطه در واقع سبد آیدی ماکسیموم مطلوبیت هست. حالا میتونیم تو همین مثال برای پای آی آی که حساب کرده بودیم این کار رو انجام بدیم. مثلا تابع قیمت حالتمون، بردار قیمت حالتمون این ستا بود دیگه x، و پس بنویسیم اینا رو. در واقع این x i ستاره رو میاریم این طرف. البته الان دیگه حواسمون باشه این x رو من میخوام برای اینکه این x با x بعد مقاطی نشه بکنمش آلفا، بکنیم آلفا 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 یه پارامتریه که داره قیمت حالت های مختلف رو ما میده. حالا بیایم اینو جایگذاری کنیم تو این انوال یک معادله که اینجا دیگه میشه چهار معادله دیگه، درسته؟ چهار معادله میشه و چهار مجهول، پای یک، پای دو و پای سه. پای یک و این ایکس آی ستاره هم بیاریم و ضرب کنیم، میشه آلفا ایکس یک ستاره مساوی است با لاندا پی یک پی دو پی سه هم که تو این مثال داده بود یک دوم یک چهارم، یک دوم یک چهارم، این میشه لاندا چهارم. بعدی پای دو آلفا که هست، آلفا در دی منهای یو منهای دی تقسیم بر ام منهای دی ضرب در ایکس دو ستاره مساویه لاندا در یک دوم، میشه لاندا دوم. و بعدی میشه آلفا در یو منهای ام به علاوه ام تقسیم بر ام منهای دی در ایکس ستاره، این میشه بابش لاندا چهارم. خب آلفا و یو و ام و دی اینا برای ما عدد ثابتن. الان لاندا و ایکس ایکس ستاره، ایکس دو ستاره، ایکس ستاره رو میخوایم. چطور میتونیم اینا رو حل کنیم؟ مثلا میتونیم بگیم که در واقع یه معادله دیگه، ها این معادله دیگه هم بنویسیم دیگه، این معادله دیگه رو هم بنویسیم. این معادله دیگه داره میگه که جمع، بله داره دقیقا میگه که جمع این ستا مساوی ویه. خب همین خوبه برای ما. ویه رو هم بیاییم عدد بذاریم، فکر میکنم اینجا ویه رو هم صد گرفته، سرمایه اولیه رو صد گرفته، ویه صده. وقتی جمع این ستا بشه صد، یعنی جمع لاندا چهارم، لاندا دوم، لاندا چهارم میشه صد. جمع که بزنیم نتیجه میده لاندا باید بشه صد.
لامدا به دست میاد، بنابراین میشه 25 50 25 و بعدش جایگذاری کنیم x ستاره x ستاره و x ستاره به دست میاد و بنابراین x x ستارمون میشه 25 آلفا، x دو ستارمون میشه 50 تقسیم بر آلفا در دی منهای یو منهای دی تقسیم بر ام منهای دی کلشه، x ستارمون هم میشه بیست و پنج تقسیم بر آلفا در یومن های ام به علاوه ام تقسیم بر ام من های دی. فقط یادمون باشه آلفا تو چه رنجی باید می بود؟ آلفا هم باید توی رنجی می بود تا اینها این قیمت حالت واقعا قیمت حالت بشه، یعنی مثبت باشه. اون رنج اینجا میشه این بود دیگه، منفی دی تقسیم بر خب من موفق نشدم، همین اینجا می نویسم آلفا باید کمتر از منفی دی تقسیم بر یومن های دی و بیشتر از ماکسیموم صفر و منفی ام تقسیم بر یومن های ام باشه. خب حالا یو دی و یو ام رو مثل کتاب بذاریم، مثلا دی رو گذاشته یک دهم، منفی یک دهم، ام رو گذاشته صفر، یو رو گذاشته یک دهم اگه اشتباه نکنم. بله دیگه وقت این رنج چی میشه؟ میشه یومن های دی میشه دو دهم، این میشه یک دوم، این طرف چی میشه؟ منفی ام، این میشه صفر، این هم میشه صفر، این هم میشه صفر. پس آلفا باید بین صفر و یک دوم باشه، آلفا بین صفر و یک دوم باشه. بعد این مخرجی چی میشه؟ مثلا دی ام اینو یعنی بنویسیم میشه 50 تقسیم بر ام من های دی که میشه یک دهم، این هم میشه آلفا ضرب در منفی دو دهم منهای به علاوه یک هم، یعنی میشه یک منهای دو آلفا. و این هم میشه 25 تقسیم بر ام صفر، آلفا هم میشه یو منهای ام میشه یک دهم، امن های دی هم میشه یک دهم، این میشه آلفا 25 تقسیم بر. پس این ستا میشن مقداره x x ستاره x دو ستاره و x ستاره، که دقت کنید اگه آلفا بین صفر و دوم باشه این مخرجش هم مثبت میشه از منفی نمیشه. خب حالا پس ما همه میتونیم بگیم همه کاندیداهای نقطه مطلوبیت ماکسیموم رو تا اینجا پیدا کردیم برای آلفاهای مختلف، اینا میشن کاندیداهای نقطه ماکسیموم مطلوبیت، اینا بنابراین کاندیداهای ماکسیموم مطلوبیت. چرا میگیم کاندیدا؟ چون اصولا روش ضرب لاگرانژ به ما کاندیدا میده، میگه که اگر میگه که نقطه ماکسیموم شما یکی از این نقاطه و اون قضیه که ما گفتیم در واقع قضیه اصلی که بالا گفتیم، اون نمیگه که هر جوابی برای این دستگاه حتما هر جوابی برای معادلات نقطه ماکسیموم، میگه اگر x ستاره ماکسیموم باشه و تازه استریکتلی پازیتیو هم باشه اون وقت این معادلات صفر میکنه. چون ما جوابای این معادلات رو به دست آوردیم الان تو این مثال، پس میتونیم مطمئن باشیم که
حتما اون جوابی که دنبالش هستیم یکی از ایناست. حالا بعد آلفایی رو پیدا کنیم که واقعا مطلوبیت برای این ماکسیموم میشه. حالا فقط یه گام پایانی میمونه برای اینکه ما از بین این کاندیداها اون نقطه مطلوبیت ماکسیموم رو پیدا کنیم. این هست که اولا باید ببینیم کدوم این کاندیداها فیزیبل هستن یا به عبارت دیگه سبدی ادمیسیبل وجود داره که این در واقع کاندیدا رو به ما میده. یعنی ما حالا باید از x استار برسیم به x استار کوچیک. چه رابطه بین x استار کوچیک و x استار بزرگ بود؟ x استار کوچیک وزن در واقع تعداد سهامای سبد توی سبد بود. دو تا دارایی اینجا ما داریم. دارایی بدون ریسک، دارایی ریسکی. و رابطه بین اینا به چه صورت بود؟ در واقع اون آیدیه یعنی x استار که بود v x استار 1 در واقع میشد s 1 در x استار. خب حالا این رابطه رو وقتی ما بنویسیم یه رابطه خطی به ما میده. ماتریس S1 چی بود؟ دیگه من ماتریس S1 رو با همین مقدار U و M و D که الان جای گذاری کردیم می نویسم. 110 190 این ماتریس S1 بود. حالا این S1 ضرب داره در واقع چی باید بشه؟ X star که هست X star 1 X star 2 ما باید بشه این X star بزرگ که هست X star 1 X star 2 X star 3. خب و به ما چه معادلاتی میده؟ میده 100 x استار 1 به علاوه 110 x استار 2. این باید مساوی بشه با x استار 1 بزرگ که 25 آلفا هم بود. بعد 100 x استار 1 به علاوه 100 x استار 2 باید بشه x استار 2 بزرگ که میشه 50 تقسیم بر 1 منهای 2 آلفا. و 100 x استار 1 به علاوه 90 x استار 2 این در واقع باید چی بشه؟ باید بشه x استار 3 بزرگ 25 تقسیم بر آلفا. خب حالا یه اتفاق جالب میفته. اینجا 3 معادله داریم و 2 مجهول. یعنی برعکس گام اول که دو معادله و سه مجهول بود و باعث شد بی نهایت تا جواب داشته باشیم، اینجا سه معادله داریم و دو مجهول، باعث میشه ما ممکن باشه که جواب نداشته باشیم. برای برخی مقادیر آلفا ممکن هم است برای برخی مقادیر آلفا جواب داشته باشیم. حالا ببینیم کدوم آلفا هستن که این جواب داره. که اینجا این منجر به چی میشه؟ مثلا از معادله اول و سوم یه نتیجه میتونیم بگیریم، چون سمت راستشون مساویه پس سمت چپشون رو مساوی میذاریم و نتیجه میشه x استار 2 باید مساوی 0 باشه، چون x استار 1 ساده میشه. x استار 2 که مساوی 0 باشه نتیجه میشه که اون وقت پس دومی و سومی هم با هم مساوی هم. پس این دوتا رو هم میتونیم مساوی بذاریم، یعنی 25 تقسیم بر آلفا مساوی میشه با 50 تقسیم بر 1 منهای 2 آلفا، که اینو اگر طرف این وسط این کنی در واقع میشه 25 منهای 50 آلفا مساوی 50 آلفا که به ما میده 100 آلفا مساوی 25 آلفا میشه 1 چهارم، که توی اون رنجی که دنبالش بودیم هست. و اگر جایگذاری کنیم 1 چهارم بذاریم اینا چی میشن؟ این میشه 100، این هم میشه 100، این هم میشه 100، که بعد x1 و x2 رو به دست x2 رو که 0 گذاشتیم x1 هم به دست میاد 1، یعنی x1 استار هم میشه 1. یعنی ما یک دارایی بدون ریسک داریم تو سبدمون و اصلا دارایی ریسکی هم نداریم. 100 تومن انگار دارایی بدون ریسک، 100 تومن پول نقد داریم تو سبدمون. تنها یک جواب یک تا به دست اومد. البته این لزوما همیشه اینطور نیست، ممکن بود در این مرحله ما آلفاهای زیادی به دست بیاریم و کاندیداهای زیادی همچنان داشته باشیم، ولی اینجا چون خوشبختانه فقط یکی از این کاندیداها بود که به ما یک سبدی میداد که در واقع ارزش نهاییش اون بشه، بنابراین مطمئناً اون خودش سبد مطلوبیت ماکسیموم هست. بنابراین سبد مطلوبیت ماکسیموم اینجا میشه سبد
صد و صفر، عذر میخوام یک و صفر، یعنی یک واحد دارایی بدون ریسک و صفر واحد هم سهام. که حالا اینجا کتاب توی مثال اومده نمودارش هم کشیده، یعنی این محاسبات دیگه انجام نداده، فقط گفته که فقط به ازای آلفا، دقت کنید ایکس این آلفا ماست، آلفا مساوی یک چهارم فقط اتینبل هست، دست یافتنی هست. و ولی از اون طرف اومده حالا مثلا برای ایکس های مختلف، یعنی آلفا های مختلف، این مطلوبیت رو رسم کرده. و اتفاقی که میفته اینه که چون فقط یکی از اینها اتینبل هست که توی آلفا مساوی 25 صدم رخ میده، از قضا این نقطه مینیمم شده توی این نمودار. اینو به عنوان یک مقدمه گفته بر گزاره بعدی، که در شرایطی که در شرایط کلی که مثلا اینجا ما شانس نمیاریم که فقط یک جواب نهایتاً به دست بیاد، به ما کمک میکنه که اون نقطه اکسترموم رو پیدا بکنیم. خب فکر می‌کنم این مثال خیلی چیزای در واقع مختلفی رو که توی این دو جلسه گفتیم همه رو در کنار هم قرار داد و الان تقریباً یک مسیر کلی برای حل مسئله ماکسیموم مطلوبیت ما داریم. حالا الان سعی می‌کنیم اون مسیر کلی رو در حالت کلی بیان کنیم، ببینیم از بالا ببینیم که دقیقاً چه مسیر رو داریم طی می‌کنیم و بعد در حالت کلی روش حل مسئله ماکسیموم مطلوبیت رو دیگه به طور کامل بگیم. خب حالا برای اینکه یه مقدار در واقع ذهنمون منظم بشه، اجازه بدین این مسیری که ما در حل این طی کردیم رو ترسیم کنیم که ما از کجا شروع کردیم و به کجا رسیدیم. در واقع ما گام اول راه حلمون این بود که در واقع بردار قیمت حالت رو به دست آوردیم. یعنی چی؟ معادله‌ای که بردار قیمت حالت رو به ما میده چیه؟ یه همچین دست و معادله‌ای هست که S0 مساوی پای ترانسپوز S1. یه دست و معادله خطی هست با البته یه سری قید مثبت بودن. که اگر این قیدهای مثبت بودن رو نادیده بگیریم، خود قسمت تساوی این دستگاه این معادله، این در واقع کوچیک تا معادله و این بزرگ مجهول داره. که خب چون معمولا این همیشه که این بزرگتر مساوی این کوچیک هست، ولی این خیلی وقتا میتونه اکیدن بزرگتر از این کوچیک باشه، در این صورت ممکنه این بی‌نهایت جواب داشته باشه. از حل این دستگاه چی بیرون؟ ماتریس بردار حالت، یعنی خود بردار قیمت حالت، یعنی پای که برابر هست با یه بردار این بزرگتر، پای یک تا پای این، از این حل این دستگاه به دست میاد. در گام بعدی ما اگه یادآوری بخوام بکنیم از این مثال، در واقع تو این مثالی که حل کردیم جواب این مرحله اول شد اینا دیگه، این در واقع جواب مرحله اول بود، این حل شد. تو گام بعدی چیکار کردیم؟ این برداره قیمت حالت رو میذاشتیم تو اون معادلات مربوط به ضرب لاگرانج که به ما میگفت پای آی مساوی هست با، یعنی معادلاتی که توی این قضیه داشته اینجا. اینجا رونده یو به رونده x i تو نقطه x i ستاره، که البته این رو در حالتی که اون مطلوبیت u از یک مطلوبیت فون نیومن مورگنشترن بیاد گفتیم که میشه یه جور ساده تری هم نوشت، پای i مساوی لاندا u پریم x ستار i،
lambda pi. که در هر دو حالت یعنی چه مطلوبیتمون کلی باشه چه تابع مطلوبیت باشه این اگر دقت کنید n به علاوه 1 معادله و n به علاوه 1 مجموعه از یه معادله شو که در واقع من جا انداختم یه معادله مهم هم همیشه این بود که این سرمایه با این در واقع آیدی x استار با سرمایه اولیه وی دستیافتنی باشه، یعنی در واقع اون سرمایه اولیه وی مساوی پی ترانسپوز وی مساوی با پی ترانسپوز ایکس استار باشه. که الان دیگه اینا اگر دقت کنید حالا این دو میشه با یکم جای بزن. این دومی n بزرگ معادله است، این هم خودش یه معادله است، میشه n برای یک معادله. مجهوله همون چی هن؟ x i star هن، یعنی x تا x n بزرگ و البته لاندا. خود لاندا رو البته مستقلا ما نیازی بهش نداریم، بنابراین از حل این دستگاه ما چی رو به دست میاریم؟ اون از حل این دستگاه ما در واقع x1 ستاره تا xn بزرگ ستاره رو به دست میاریم. پس بردار x ستاره که هست ستاره 1 تا ستاره n رو به دست میاریم. و گام آخر گفتیم باز حل دستگاه معادله است که به این صورت هست که باید حالا x ستاره کوچیک رو به دست بیاریم. که x ستاره کوچیک ها چی هست؟ در واقع در واقع از چه معادله ای با x ستاره بزرگ مرتبط میشن؟ اگه یادمون باشه x ستاره بود vx ستاره 1 که در واقع معنیش این بود که مساوی است با s 1 در x ستاره. پس این هم بازی هایی که دستگاه معادله خطی هست، یعنی اینکه اینجا هم این معادله رو حل باید بکنیم. S1 x ستاره مساویه x ستاره. اینجا x ستاره بزرگ رو داریم، x ستاره کوچیک رو میخواییم به دست بیاریم. که این چند معادله چند مجهوله؟ به تعداد x ستاره بزرگا معادله داریم، یعنی این معادله و n کوچیک مجهول. که از حل این ما میرسیم به x ستاره، بردر x ستاره که در واقع هست همون سبد اپتیمال ستاره 1 تا x ستاره. در مرحله در سه گام ما این کار رو حل میکنیم، این در واقع نقطه اپتیمال رو پیدا میکنیم. نکته هست اینه که گام آخر همونطور که دعوت کردیم تعداد معادله ها بیشتر از تعداد مجهول است، برعکس گام اول که تعداد مجهول ها بیشتر از معادله است. و همین دلیل ممکنه تو معادله آخر خیلی از جوابایی که از این گام قبلی میرسن به ما جوابای قابل قبولی نباشن، همونطور که تو مثال هم دیدیم. یعنی عملا بسیاری از x ستاره های بزرگ منجر به هیچ x ستاره کوچیکی نمیشن، ولی اونهایی که منجر به x ستاره کوچیک میشن در واقع کاندیدایی خواهند بود برای سبد اپتیمال. که در واقع اگر بیش از یک جواب اینجا به دست بیاد شما ناگزیر هستید که از بین همه اون جواب ها اون مطلوبیت نهایی رو محاسبه کنید و اونی که ماکسیموم هست رو به عنوان جواب بهینه بدید. ولی اگر شانس بیارید و فقط یک x ستاره اینجا به دست بیاد، خب دیگه طبیعتا اون مجبوره طبق قضایی که داشتیم جواب بهینه باشه. کتاب اومده این گام دوم رو هم که البته خیلی چیز ساده ایه ولی سعی کرده در قالب یه قضیه، البته لزوما حلش ساده نیست چون یه معادله غیر خطیه به خاطر این جمله، واقعا نسبت به این دو تا مرحله دیگه اون قسمت پیچیده تر به دلیل غیر خطی بودن، ولی به هر حال یه دستگاه معادله با تعداد معادله و مجهول برابر هست. ما انتظار داریم که
یک یا تعداد محدودی جواب داشته باشه برای هر پای. منتها خب چون شما از گام قبل برای هر برای ممکنه بی نهایت پای به دست آورده باشین، مثل مثالی که داشتیم، برای اینجا هم برای هر کدوم از اون پای ها یه تعدادی جواب خواهی داشت، ممکنه در مجموع بی نهایت جواب باشه. این گزاره در واقع 6-13 که اینو گفتیم، این قضیه 6-14 داره میگه گام دوم چجوری ما انجام میدیم. میگه که فرض کنید که یه بردار حالت پای داریم، چطور ایکس ستاره پیدا کنیم که تو این معادلات در واقع صفر بکنیم. اگر این مربوط به حالتی است که محدودیتمون از یه تابع محدودیت میکنیمون موجب میشه و بردار حالت پای، بردار قیمت حالت پای داده شده باشد، آنگاه میشه ایکس ستاره ها رو این شکلی به دست آورد. خب این خودمون به دست بیاریم و برسیم به حکم قضیه. در واقع کار خاصی نمی کنه، میگه که این معادله، تو این معادله ما پای آی رو داریم، ایکس ستاره آی رو میخواییم. خب کافی لاندا پی آی رو ببریم اون طرف، میشه یو پریم ایکس ستاره آی مساوی هست با پای آی تقسیم بر لاندا پی آی. یو پریم هم یه تابع داده شده است دیگه، چون یو رو داریم ازش مشتق میگیم، پس یو پریم منفی یک میتونیم بگیریم. این با البته به طور زمینی داره فرض میکنه یو پریم یه تابع بارون پذیر یه تابع یک به یک، پس اینو میتونیم برسیم یو پریم منفی یک پای آی تقسیم بر لاندا پی آی، که منظور از یو پریم منفی یک یک تقسیم بر یو پریم نیست، بلکه تابع وارون یو پریم. پس این هست تابع وارون یوپریم. اون تا یک پیچیدگی اینجا وجود داره، ما لاندا رو هنوز نداریم. اگه لاندا رو می‌داشتیم اینجا دیگه ایکس ستاره به دست اومده بود. لاندا رو چطور به دست میاریم؟ لاندا باید طوری باشه که این یکی معادله برقرار بشه. بنابراین لاندا رو اول باید لاندا رو پیدا کنیم. لاندا رو طوری می‌یابیم که چه اتفاقی بیفته؟ در واقع V بشه P ترانسپوز X ستاره، یعنی V مساوی بشه با P ترانسپوز ضرب در اینها، که اینو کتاب به این صورت نوشته. دقت بکنید چه معناست داره. میگه که ما برای هر لاندا X ستاره آیمون اینه، پس P ترانسپوز X ستاره همون میشه این سیگما. حالا باید اون لاندایی رو پیدا کنیم که این بشه V. پس این اول این کار رو میکنیم، مرحله اول اینه، مرحله دوم اینه. یعنی اول میایم این معادله رو تشکیل میدیم، تو این خبری از X ستاره نیست، درسته، فقط یه مجهول لاندا داریم، یه دونه هم معادله داریم. البته معادله پیچیده یه سیگماییه از تابع غیرخطی که وارون یوپریم باشه و اینا، ولی به هر حال یه معادله یه مجهوله، ریشه یک تابع میخوایم. اینو اگر نتونستیم خودمون حل بکنیم دستی، میدیم به کامپیوتر حل میکنه، یه لاندا به ما میده. یا شاید هم مثل مثال قبلی تونستیم حل بکنیم، چون تو مثال قبلی یو لوگاریتم بود، یو پریم میشد یک ایکسوم، یو پریم ایکس میشد یک ایکسوم، یو پریم منفی یک چی میشه؟ وارون تابع یک ایکسوم هم خود یک ایکسوم. برای این میذاشتیم اینجا و به دست میدیم. پس خیلی وقتا هم ممکنه بتونیم محاسبه کنیم. یه معادله براش لاندا میشه حل میکنیم. لاندا رو که به دست آوردیم حالا میذاریم تو دو. اینجا لاندا رو داریم، پای آی رو داریم، پی آی هم داریم، یو پریم هم داریم، اینا به دست میاد، ایکس آی استار ها به دست میاد. پس به هر حال از این جهت این قضیه خوبه که دیگه من بجای این علامت سواله بنابراین ما باید چی رو بنویسیم؟ علامت سوال باید این دوتا رو بنویسیم. Thank you.
بنابراین اینو میگفتیم که خوبی این قضیه این هست که حل اون n به علاوه یک معادله و n به علاوه یک مجبور رو تبدیل میکنه به حل یک معادله و یک مجبور، در واقع اینجا اگر نگاه بکنیم اینجا n به علاوه یک معادله و n به علاوه یک مجبور داشتیم. این اولا قسمت سختش این خواهد بود که یه معادله مجهول بر حسب لاندا این حل می‌کنیم، لاندا رو به دست میاریم می‌ذاریم تو این x ستاره آی ها به دست. خب این هم پس از قضیه 6 14 و در نتیجه گام دوم پس فهمیدیم چیه. گام سوم هم که حل دست با معادله است که خب بلدیم n معادله n بزرگ معادله و n کوچیک مجهول. این کلیت در واقع حل مسئله ماکسیموم مطلوبیت. یه نکته کتاب گفته توی این دو صفحه که یه قسمت از این کار رو ساده تر میکنه، در واقع میشه گفت که تقریبا گام آخر رو دیگه ضرورتی نخواهد داشت ما انجام بدیم اگر همه بردارهای قیمت حالت رو پیدا کنیم و برای همه اونها این معادلات رو حل کنیم، اون وقت در گام آخر دیگه کافیه یه جور مینیموم گیری بین همه اونها جوابه به دست اومده انجام بدیم، لازم نیست اینو حل بکنیم. که این نکته هم بگیم در عمل نکته مفیدی هست که خود کتاب همونطور که گفتم تو این مثال ازش استفاده میکنه، میگه که ما همه جوابه رو به دست میاریم، همه تابعه همه قیمت حالت ها رو به دست میاریم، برای همه اونها x ستاره رو به دست میاریم، بعد در بین همه اونها اونی که مطلوبیت امید مطلوبیتش مینیموم هست رو میگیم جوابه. یکم عجیبه چون ما دنبال ماکسیموم سازی مطلوبیت بودیم، چرا اینجا داریم مینیموم میگیریم؟ همونطور که ثابت خواهیم کرد اتفاقی که میفته اینه که همه سایر نقاط این نمودار غیر از این نقطه مینیموم در واقع دست نیافتنی میشن، یعنی اینکه فقط اون x ستاره با مینیموم مطلوبیت هست که یه x ستاره کوچیکی براش پیدا میشه که این آیدی رو به ما بده، که اینو الان خواهیم دید. خب در واقع این قضیه 6 17 هدفمون هست الان. اونطور برای این یه تعریف و یه گزاره علم در واقع قبلش میگه، میگه که ببینید ما برای هر بردار قیمت حالت پای مجموعه اون ایکس هایی که توی این قید صدق میکنن، که اگه دقت بکنید این در واقع همین قیده، این مجموعه رو در نظر بگیریم، اسم این رو میذاره مجموعه مثلا خی پای، حالا این البته خی نیست در واقع همون ایکس پای، ایکس کج و کل پای. و میگه که حالا تو این مجموعه شما وقتی این معادله رو که البته بذاریم این معادله دیگه فرض کنیم کنیم وقتی این معادله رو حل میکنید، یعنی اینکه اینها، میگه که این خودش جواب یه مسئله ماکسیموم سازیه. ماکسیموم سازیه چی؟ ماکسیموم سازیه همون امید مطلوبیت نهایی روی به طور خاص مجموعه x پای، یعنی اینکه به جای اینکه رو همه اون مجموعه FCS Feasible Consumption ستا ما ماکسیموم بگیریم، فقط فرض کنید روی همین مجموعه ماکسیموم بگیریم. اگر رو همین مجموعه ماکسیموم بگیریم باز میگه که منجر به همین معادله میشه. این اصطلاحش خیلی ساده است و این به نوعی داره این نتیجه جالبو میده که خود این گام دوم حتما جواب داره، چون ما تضمینی نداریم لزوما انوالوگ مشغول جواب داشته باشه، ولی این داره میگه چون خود این جواب اون مسئله ماکسیموم سازی باید توی معادله صدق کنه، پس این حتما جواب داره. خب پس چیکار کردیم؟ مجموع x پای رو تعریف کردیم، x هایی که پای ترانسپوز x بشه v، پای الان فیکس کردیم و میگه که حالا فرض کنید برای هر پای فیکس x ستاره پای باشه جواب این مسئله ماکسیموم سازی،
یعنی ماکسیمم مطلوبیت امید مطلوبیت روی همین مجموعه x پای. میگه در صورت دقیقا همون معادلات رو ما داریم، یه لاندایی وجود داره که این معادلات در واقع برقرار هستن. اثبات این همون تکرار اثبات قضیه لاگرانژ، تا به هدفمون باید باشه همون امید مطلوبیت، که اینجا امید مطلوبیت این میشه احتمال ضرب در مطلوبیت تحت سناریو آی، و تابع قیدمون هم که از خود این مجموعه x پی میاد، از پای ترانسپوز x منهای v که به صورت سیگمای نوشته اینا. دیگه تکرار نمی‌کنید، گرادیان f رو شما حساب می‌کنید، مساوی لاندا برابر گرادیان g می‌ذارید، دقیقاً همین معادله های قبلی میشه، یعنی دقیقاً همین معادله این میشه که البته اینجا مربوط به این به دست میاد یو کوچیک داره، یعنی دقیقاً این معادله به دست میاد که باز دوباره حالا لاندا پی آی برده اون برای یو منفی یک گرفته دقیقاً به این معادله رسید. خب پس این لم که اثباتش هم خیلی ساده بود، این در واقع فایده رو داره که اولا تضمین میکنه که این حتما جواب داره این گام دوم، و بعدش هم به ما میگه چجوری جواب رو به دست بیاره در واقع. حالا میرسیم به این قضیه. این قضیه میگه که شما لازم نیست گام سوم رو انجام بدید، کافیه همین گام دوم رو که انجام دادیم همه کاندیداها رو به دست بیاریم، مطلوبیت همه اونا رو محاسبه کنید، اونی که مطلوبیتش از همه کمتره میشه جواب مورد نظر. یعنی چی؟ یعنی همه اولا همه قیمت حالت ها رو به دست میارید، اسمش رو میذارید پای بزرگ، مجموعه همه برداره قیمت حالت. بعد اون جواب x ستاره ای که دنبالش هستیم که از اول بحث ما فرض کردیم استیکی پازیتیو همه مالکاش مثبت، حتما باید چی باشه؟ مینیمم امید مطلوبیت روی همه کاندیداهاست، که وقتی میگیم همه کاندیدا یعنی اون پایه‌های عضو مجموعه همه قیمت حالت. حالا ببینیم این چرا در دو گام اینو ثابت میکنه، یعنی اول ثابت میکنه این کمتر مساویه اینه، بعد ثابت میکنه این بزرگتر مساویه. خب برای اینکه بگیم یه چیزی کمتر مساویه مینیمم مجموعه، باید بگیم از تک تک اعضاش کوچیک‌تر مساویه، یعنی باید بگیم هر بردار حالت پای تو پای بزرگ بگیریم امید یو ایکس استار کمتر مساوی امید یو ایکس پای استار. این اثباتش ساده است، چون که هر پایی که توی پای بگیریم برای هر بردار قیمت حالتی این قید رو ما داریم. چرا؟ چون پای ترانسپوز ایکس استار برابر بشه سیگما پای جی ایکس استار جی. ایکس استار جی اگه بنویسیم وی ایکس استار یک، اون ماتریس اس یک به دست میاد، یعنی بعد میسیم یه بار بنویسیم در واقع میگه که پای ترانسپوز ایکس استار این چی بود؟ طبق تعریف ایکس استار بود اس یک ایکس استار دیگه از سبدی میاد، و این پای ترانسپوز اس یک میشد اس صفر ایکس استار، و اس صفر ایکس استار چی بود؟ ارزش اولیه بود دیگه، میشد دیگه. پس برای هر پای به هر حال این رابطه برقراره. پس اون ایکس استار اپتیمال که ما دنبالشیم که یک سبد اتینبل هست، یک آیدی اتینبل هست، اون تو همه این ایکس پای های این شکلی هست، یعنی برای هر پای پای ترانسپوز ایکس مساوی وی میشه. این نکته اول. حالا پس برای در واقع کجا بودیم؟ آها. پس اگر امید یو ایکس استار رو حساب کنیم، این کمتر مساوی باید بشه از ماکسیموم روی اون مجموعه ایکس پای، چون خودش عضوی از اون مجموعه ایکس پای هست. آه. در نتیجه در واقع از ماکسیمومش باید کمتر باشه. اما این ماکسیموم چی بود؟ این ماکسیموم باید چه گذاشته بودیم؟ ایکس پای استار. و ایکس پای استار این در واقع همین عبارت سمت راسته. آه. پس برای هر پای نشون دادیم که این کمتر مساوی امید یو ایکس پای استار هست، یعنی از اون کاندیداها، از همه اون کاندیداها کمتر. جواب اصلی امید مطلوبیتش از امید مطلوبیت همه کاندیداها کمتر. حالا
میخوام بگیم ولی مینیممشون گام اول انجام شد، پس این کمتر مساوی مینیمم، چون از همشون کمتر مساوی. حالا برای اینکه بگیم بزرگتر مساوی مینیممه، باید چی بگیم؟ باید بگیم که خودش مساوی یکی از اوناست. خب یعنی باید بگیم یه پایی وجود داره که این x استار پای میشه همین x استار. این هم خیلی ساده است، چون که برگردیم به روش لاگرانژش که گفتیم، در اون نقطه اپتیمال اصلی، نقطه ماکسیموم اصلی، ما ثابت کردیم که یه بردار حالت پای وجود داره که پای های مساوی این میشه. حالا اینجا چون پای برای بردار حالت در حالت کلی، یعنی برای همه بردار حالت رو به کار میبره، اسم اینو من دفعه گذاشتیم نو آی. پس اون قضیه 6 12 به ما میگفت یه بردار حالت نوعی وجود داره، بردار قیمت حالت نوعی وجود داره که نو آی مساوی اینه، که در نتیجه اگر برای تابع مطلوبیت بنویسیمش این میشه، که در نتیجه اگر قیمت در واقع ارزش اولیه رو هم بنویسیم این میشه. و این معادله ها چی هن؟ این معادله ها دقیقا همون معادله هایی که طبق لم قبل دارن جواب مسئله اینجا، جواب این ماکسیموم سازی رو روی x پای میدن، که اینجا پای ما دیگه نوه. پس این x استار جواب ماکسیموم سازی روی x نوه، بنابراین این x استار همون x استار نوه، یعنی x استار نو مساوی x استار، بنابراین امید u x استار همون امید u x استار نوه. اما x استار نو چی بود؟ x استار نو ماکسیموم سازی بود روی از میخوام x استار نو یکی از چیزاییه که ما اینجا داریم ازش مینیموم میگیریم. وقتی نو رو بذارید پای، این در واقع اینجا ظاهر میشه. پس طبیعتاً امیده از مینیمومشون بزرگتر مساویه. که خلاصه همونطور گفتم این گزاره کار رو از این جهت راحت میکنه، اینجا در سه گام برده که ما در واقع استراتژیمون برای به دست آوردن ماکسیموم مطلوبیت چیه. گام اول به دست آوردن همه قیمت حالت ها، این همین جعبه اولی که اینجا داریم. گام دوم این دوتا معادله، حل این دوتا معادله و به دست آوردن x star pi ها، یعنی همین معادلات. گام سوم بنابراین به جای این گام سومی که ما اینجا کشیدیم که حل معادله دست معادله است، کار دیگه کرده، گفته همه اون کاندیدایی که از گام دوم به دست میان و امید مطلوبیتشون رو حساب میکنید و اونی که از همه مینیمم کوچیک‌تره در واقع میشه جواب مسئله شما. خیلی خوب، پس ما هم بهتره حالا که این شکلمون اون گام رو هم به عنوان یک راه جایگزین اینجا بیاریم. اینجا از اینجا بنابراین x star پای ها به دست میاد، بعد ما امید مطلوبیت x star پای ها رو حساب میکنیم و اونها رو مینیموم میگیریم، اونی که از همه کمتره. این خروجیش میشه همون x star اصلی، با این تفاوت که این دفعه میدونیم که حتما این x star باید از یک x star بیاد، یعنی دیگه اینجا حتما این یک جواب خواهد داشت که در نتیجه x star ازش به دست میاد. یه نکته مهم اینجا گفته که حالا این اصطلاح کامپلیت رو من چون فعلا نیازی نداشتیم تعریف نکردم، ولی چون اینجا گفته فقط بگم به چه معناست. وقتی که این ماتریس S1 یه ماتریس مربعی و وارون پذیر باشه، در واقع اینجا بهش میگه کامپلیت. ما مفهوم کامپلیت رو توی نیمه دوم درس به طور جدی باهاش کار خواهیم کرد، کامل بودن بازار در کنار بدون آربیتراژ بودن بازار، اینا دو تا مفهوم خیلی مهم در مورد بازار هستن. ولی فعلا در ذهنتون باشه که به جای این کامپلیت مدل در نظر بگیرید که S1 یک ماتریس مربعی و وارون پذیر هست. من اینجا بگم اگر در واقع n مساوی n باشه و S1 که دیگه مربعی میشه وارون پذیر باشد، خیلی این مراحل ساده میشه. اولا تو این معادله اول خیلی راحت میشه بردار حالت رو به دست آورد، یعنی کافیه S1 وارون رو ضرب کنید از سمت راست، پایتون به دست میاد، پای ترانسپوز میشه S0 S1 منفی 1. و
پس گام اول خیلی راحت میشه. بعد گام آخرم ساده میشه. گام آخرم وقتی شما x استار بزرگ رو به دست آوردین، یعنی همین گام آخر به این صورتی که ما گفتیم، وقتی x استار بزرگ رو به دست آوردین دوباره بعد با s1 تبدیلش کنید به x استار کوچیک. یه s1 بارون این دفعه از چپ ضرب میکنید. بنابراین x استار کوچیکم مساوی میشه با s1 بارون در x استار بزرگ. پس گام سوم هم ساده میشه. در نتیجه فقط گام دوم اینجا میمونه. و عملا هم نیازی به استفاده از این تکنیک کتاب دیگه نخواهد بود. چون اصولا هم بردار قیمت حالت یک تا میشه اصلا. یعنی شما کاندیداهای مختلف ندارین. یه کاندیدا بیشتر ندارین. یه ایکس استار اینجا به دست میاد. از اون ایکس استار هم شما میتونید ایکس استار کوچیک رو به دست بیارید. از اون نیازی به این قسمت آبرنگ نیست. و یه مثال هم اینجا زده. این مثال رو هم با هم ببینیم. توی این مثال با توجه به سایز ماتریس ها به نظر میاد سه تا سناریو داره و سه تا هم دارایی. قیمت‌های اولیه دارایی ایناست و قیمت‌های نهایی دارایی هم ایناست. هر ستون یه داراییه تو سناریوهای مختلف. با توجه به ستون اول میشه فهمید که دارایی اول ریسک فریه. چون قیمت اولیه‌اش یکه، تحت همه سناریوها قیمتش یکه. مثلا مثل پول نقد فرض کنید سود بانکی هم دارایی دوم قیمت اولیه‌اش 100، قیمت نهاییش تحت سه تا سناریو 110، 100 و 90. تقریبا مثل مثال قبلی که بررسی کردیم. دارایی سوم قیمت اولیه‌اش 200، قیمت نهاییش تحت سه سناریو 200، 220 و 180. این ماتریس تو این حالت الان تو همین حالت n مساوی n قرار داره. و خوشبختانه ماتریس S1 هم این ماتریس 3 در 3 هست، این وارون پذیر هست. می‌تونید چک کنید. و در نتیجه بردار قیمت حالت خیلی راحت به دست میاد. S1 وارون رو حالا میتونید S1 وارون ضرب کنید، میتونید هم مستقیما خود این دستگاه رو حل بکنید، فرق نمیکنه. به هر حال ازش پایتی به طور یکتا به دست میاد، میشه بردار 1/3 1/3 1/3. پس بردار قیمت حالت اینجا میشه 1/3 1/3 1/3. فرض کنیم سرمایه اولیه‌مون هم V باشه. اینجا باید بریم گام دوم این معادله ها رو حل بکنیم. اینجا تاب فرض کرده همون تاب مطلوبیت‌های مثال قبلی رو داریم. دیگه چون اونجا یه بار انجام دادیم تکرار می‌کنیم. یو پریم رو باید حساب کنیم، میشه 1x و معادله رو حل بکنید. اینجا خیلی کارتون راحت‌تره چون یه بردار قیمت حالت بیشتر نداریم. برای همین یه بردار حل می‌کنیم معادله رو. x استار بزرگ به دست میاد. x استار بزرگ رو که داشته باشیم با استفاده از این نکته دوباره با حل یا حل این معادله یه معادله سه معادله سه مجهوله، تو این حالت x استار کوچیک رو به راحتی ازش به دست میاریم. یعنی این میشه سبد اپتیمال در این حالت. همونطور که گفتیم اینجا هر دو گام اول و سوم چون تعداد معادله و مجهوله مساوی هم و ماتریس ذرایی وارون پذیره جوابهای یونیک به شما میدن، وجود جواب دارن و حتما جوابش یکتا هست که کار رو خیلی ساده تر میکنه. یعنی سبد نهایی ما در واقع معنیش این میشه که 150 واحد در واقع باید از دارایی بدون هیچ قرض کنیم، 2.5 واحد از سهام اول قرض بکنیم و 2.5 واحد از سهام دوم بخریم. ارزش این سبد میتونید الان چک بکنید که میشه همین 100. چرا؟ چون میشه منفی 150 منهای 2.5 ضرب در 100 ارزش اولیش به علاوه 2.5 ضرب در 200 میشه 500 منهای 250 منهای 150 دقیقا میشه 100. پس ارزش اولی سبدمون همون 100 و طبق نکاتی که گفتیم الان داریم نتیجه میگیریم که این سبدی هست که ماکسیموم مطلوبیت رو ماکسیموم امید مطلوبیت رو به ما میده تحت تاب مطلوبیت لوگاریتمی. خب اینجا حالا دو تمرین دیگه هم هست که اینها رو هم انشالله حل خواهید کرد. خب برای این جلسه فعلا نکته دیگری نیست. خسته نباشین. خدا نگهدار.